خانم گلرخ جهانگیری، هفته اول محاکمه حمید نوری به پایان رسید. به عنوان یه فعال سیاسی، به عنوان کسی که ناظر بودید، اینجا بودید، دوست دارید که هفته های بعد این روند دادخواهی چطور باشه؟ من که متاسفانه من موفق نشدم حتی یک بارم برم تو دادگاه. خیلی دوست داشتم ولی خب برا نشد، چون فضا کوچیک بود و یه عده خاصی تونستم برن اونجا. ببین، من خودم برای خودم که فکر کردم اتفاقی که بیرون افتاد روز اول برای من، راستش بهتون بگم، زیاد جالب نبود، چون یک پراکندگی بود و من احساس میکردم هیچ سازماندهی برای ماهایی که مستقل به اینجا اومدیم وجود نداره. من فکر میکنم یک مسئله عمده‌ای که اینجا بود این جدایی بود که وجود داشت. حالا من اسمشو جدایی میخوام بذارم، ولی بیشتر حالت رقابت رو من دیدم که متاسفانه این چیزها میتونه ضربه بزنه به روند دادخواهی در بیرون. برای اون دادگاه روند خودشو پیش میره، به ما کاری نداره. دادستانی هست و قاضی هست و شاهدی هست و شاکی هست، اونا کار خودشونو میکنه. مسئله این که در بیرون دادگاه چه اتفاقی میفته، بیرون دادگاه این که به هر حال ما چجوری میتونیم با بیرون تماس بگیریم، یعنی با مطبوعات تماس بگیریم، چه مطبوعاتی ایرانی. و برای من مهم این هست که با مطبوعات علی اینجا که سوئد هست و خود ما در آلمان چجوری میتونیم برخورد بکنیم که این رو به این صدا رو به همه برسونیم. ببینیم، من خودم فکر میکنم این اتفاق اینجا افتاده، این آدم کسی که توی ایران جنایت کرده یا دستش در جنایت بوده در اینجا دستگیر شده، ولی ما اینجا در خارج از کشور کسایی رو داشتیم که رژیم جمهوری اسلامی افرادشو فرستاده اینجا و کسان بیش از 200 نفر رو در خارج از کشور در اروپا ترور کرده. و رابطه‌ای که ما میتونیم بگیریم، یعنی در مقابل این دولت‌ها که اینا رو قبول مسئولیت بکنن که چیکار کردن، یعنی در مقابل یا سکوت کردن یا به خاطر منافع اقتصادی، حالا فروختن اسلحه همینجا در سوئد که با ایران به ایران اسلحه میفروختن و اینا، که اینا به احساس مسئولیت بکنن و در حفاظت کسانی که در اپوزیسیون هستن شرکت داشته باشن، یعنی از جان ما که پناهنده هستیم و در تبعید زندگی میکنیم حفاظت بکنن. من دوست دارم، من خودم قبلا هم اینو گفتم، نمیدونم حالا تا چقدر این میتونه عملی بشه یا ما هنوز، من فکر میکنم پروسه دادگاهی خب یک پروسه است، یعنی یه دفعه اتفاق نه، ولی این اتفاق بسیار خوبیه که افتاده. ما تو این دادگاه خودمونم میتونیم کلی چیز یاد بگیریم که این روند میتونه اصلا تو فکر ما در مقابل دشمن که رژیم جمهوری اسلامی هستش، چجوری میتونیم ما در مقابل کسانی که دوستانمونو کشتن، عزیزانمونو کشتن، چگونه رفتار بکنیم. بران ما آدمایی هستیم که ادعا رو میکنیم با اونا فرق داریم. وقتی هم فرق داریم، چه در عمل و در چه در تفکر و نوشتن، باید این ادعا رو باید نشون بدیم. من با دشمن خودمم اگر بگیرم، زندانش وکیلیشه باید داشته باشه، جای خوب باید بهش بدیم برای همون کارهایی که اونا از ما دریغ کردن. من دوست دارم یک بچه‌ها با هم دیگه خیلی منسجم‌تر کار بکنن، یعنی پیش ببرم، چون اون بیرون دادگاره میگم که پیش ببرن، یه سازماندهی وجود داشته باشه که فشار روی فقط افراد، بعضی از افراد نباشه، چه میدونم یک فرد برای پرسه داشته باشن، یک فرد برای نمیدونم تماس با اونجا و اینجا داشته باشن. حالا من نمیدونم، به هر حال بچهای سوئد که به نظر من بچهای استکهلم که شرکت نکردن و این خیلی تأسف آوره که اتفاق به این خوبی افتاده و یک سری آدم‌ها به خاطر منافع سازمانی، گروهی و فردی خودشون شرکت نکردن در دادگاهی که به همه مربوطه، چون کشتار 67 به همه مربوطه و وظیفه ما این هستش که به هر حال نه تنها نام و یاد عزیزانمون رو زنده نگه داریم، باید آرزوی ما این باشه، مسئولیت ما این باشه که این مسائلی که
برای نسل من و نسل بعد از من اتفاق افتاده دوباره نیفته. میشه خیلی کارا کرد. البته من که اینجا نیستم ولی این دوستان ما همه کاردان هستن و میتونن روی نقطه با هم دیگه توافق بکنن. نه اینکه با هم، من برای هم با همه با هم نیستم. ولی اینا میتونن سر یک مسئله که دادگاه نوریه و مسئله دادخواهی هستش با هم دیگه یک کمیته بزنن، با هم نتس بزنن، با هم کار بکنن. میشه این کارو کرد.